سلام عرض میکنم خدمت همه بچه های خوب سرزمینم. هم خیلی خیلی خوش اومدین به جلسه صفر کلاس های نکته و تست. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم در این مجموعه کوتاه و فشرده و پرنکته. خودم رو معرفی کنم خدمت همه عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن. من دکتر اسحاق وزیری هستم و قرار هست که توی این دوره بخش شیمی و زمینشناسی سالهای نهم و هشتم رو با شما عزیزان کار کنم تا به امید خدا در آزمون مدارس برتر و سمپات بتونید به موفقیت برسید و اون نتیجه دلخواه خودتون رو بگیرید. یه توضیح خیلی کوتاهی هم بخوام بدم، بیشتر از 10 ساله که معلم مدارس سمپاد تهران هستم و تألیفات زیادی هم در همین مورد شیمی و زمینشناسی داشتم، مثل کتاب های آیکیو گاج، مثل کتاب هایی که با نشر الگو کار کردم، مثل دانش پژوهان و غیره. القصه که خیلی خوشحالم در خدمت شما عزیزانم و امیدوارم که با همدیگه یک دوره بسیار خوبی داشته باشیم. سلام علیکم. سلام بچه ها. یکی از بچه ها میپرسه هشتم چرا؟ خب به خاطر اینکه جز منابع آزمون های سمپاد سال هشتم هم هست و برای همین سال هشتم رو هم ما کار میکنیم. سلام ابوالفضل، سلام سهیل، مهدی، سید رضا، طهورا، مائده، به به، ماشاءالله. خب بدون هیچ فوت وقتی دوست دارم بریم وارد فضای کلاسمون بشیم و با هم دورمون رو شروع کنیم. 6 جلسه داریم. جلسه اول رو میپردازیم به فصل اول سال نهم و فصل سوم سال هشتم. جلسه دوم رو میپردازیم به ترکیبات یونی. میرسیم به ترکیبات یونی و فصل دوم سال هشتم که تغییرات شیمیایی. جلسه سوم رو اختصاصاً به ترکیبات مولکولی میپردازیم و پیوندهای کووالانسی. جلسه چهارم شیمی کربن هست و یه جورایی شیمی رو جمع میکنیم، به غیر از یک بخش بسیار مهم که تو جلسه پنجم بهش میپردازیم، شیمی محلول هاست. و خب از اونجا دیگه شروع میشه زمینشناسی که جلسه ششممون هم به زمینشناسی میپردازیم، زمینشناسی سال نهم، و دورمون به اتمام میرسه. در طول دوره شما یک سری جزواتی رو هر جلسه دریافت خواهید کرد، مربوط به مطالبی هستش که ما در سر کلاس بهش میپردازیم. اصلا از روی همون جزوه ما درس رو مورد مطالعه قرار میدیم. یک سری سوالاتی در کلاس حل میکنیم که سوالات کنکور و آزمون‌های سال‌های گذشته هستش به همراه سوالات تألیفی. هر جلسه شما کویز دارید، مثل همین جلسه که جلسه صفر بود. و خب دلیل اینکه کویز برقرار شد این بود که من می‌خواستم ببینم به چه صورت هستش وضعیت کلاسمون و یه تحلیلی داشته باشم خودم. عرضم حضورتون که هر جلسه که کویز رو دارید و از همه مهمتر بعد از اینکه کلاس ما تموم شد شما تمارین رو در منزل مجدداً حل کردین، یعنی سوالات کلاسی رو مجدداً حل کردین. چهارشنبه ها تمارینتون به صورت تستی برای شما بارگذاری میشه و شما باید برین تمرین‌های تستی رو حالا حل بکنید. به همراه تمرین‌های تستی یک سری تمرین‌های تشریحی هم ما داریم که شامل سوالات کتاب علوم تکمیلی سمپات میشه. یک کتاب علوم تکمیلی داریم. حالا بچه‌هایی که
در کلاس در طول سال حضور داشتن، کاملا با این کتاب آشنا هستن. برای شما این کتاب هم، برای بچه هایی که به جمع اون اضافه شدن، این کتاب بارگذاری شده و شما میتونید این کتاب رو همینجا دانلودش بکنید. تمرینات تشریحیمون مربوط میشه به سوالات آخر فصل این کتاب. خب ببینیم چه خبره. مرسی مریم، با حضور شما این کلاس یه کلاس خیلی عالی میشه. نه کویز این جلسه اجباری نبود. سلام محمد جان، خیلی خوش اومدی. کتاب براتون بارگذاری خواهد شد در بخش جزوات. اگر کویز رو ندادی سید رضا، اگر کلان بچه‌ها کویز رو ندادن، فعلا دست نگه دارن تا بریم. الان دیگه کم کم میخوایم کلاسمون رو شروع کنیم و بریم سر کلاسمون و به مطالبمون بپردازیم. خب به نام خالق ماده، بسم الله، جلسه اول رو شروع کنیم. ایوالله. خب در رابطه با دنیای اتمی میخوایم با هم دیگه حرف بزنیم که اشاره داره به فصل سوم سال هشتم و نقش مواد در زندگی. در کنار هم در حضور کلاسینو عزیز، منابع مطالعاتیتون هستش بچه ها که براتون مشخص شده توی فصل سوم برید چیا رو بخونید، توی فصل سوم علوم تکمیلی برید چیا رو بخونید، و حالا هم هشتم هم نهم. برای بچه هایی که جدید اومدن، این لوگو ناخداست. ما تو کلاس هامون همیشه هیپنوتیزم میکردیم بچه ها رو، ولی اینجا هیپنوتیزم نمی کنیم. من ناخدا هستم و اینجا دریای شیمیه و ما همه توی یک کشتیم و شما ها باید ملوان زبلای این بازی باشیم. و این هم که خب لوگوی پروفسور زویه است. بچه هایی که در طول سال بودن با پروفسور زویه آشنا هستن و من شاگرد خلفشونم. خب بریم شروع کنیم. خیلی خیلی نه محمد جان، الان یک فرصت بسیار خوبیه تا همه مطالب رو با هم دیگه مرور کنیم. فقط این نیاز هستش که خیلی جدیتر تلاش بکنی، چون بچه هایی که توی کلاس جامعه بودن خیلی بیشتر با مطالب آشنایی دارن. خیلی خب، نیاز دارم به اینکه خیلی خیلی پر انرژی باشین و با هم دیگه این کلاس رو عالی جلو ببریم. با من باشید. قراره که بریم سراغ فصل سوم سال هشتم. بسیاری از اطلاعات در این بخش برای شما ممکنه تکراری باشه یا بلدش باشین، اما واسه همترازی نیاز هستش که من مروری داشته باشم روی این مطالب. برای همین با سرعت از روی این مطالب میگذرم و عبور میکنم. این جزوه خود شماست و من خط خطیش میکنم. حالا شما بعداً خودتون میتونید این خط خطی ها رو به جزوهتون اضافه کنید یا هر چیز دیگه. هر وقت از ما میپرسن اتم چه چیزی هست، ما در جوابش میگیم که کوچکترین ذره سازنده ماده است که خواص شیمیایی و خواص فیزیکی رو حفظ میکنه و ماده خواصش به این اتم مرتبطه. راستی خود کلمه اتم به معنای تقسیم ناپذیره، یعنی تقسیم نشدنی. در رابطه با ذره های زیر اتمی نیاز هستش که با هم دیگه صحبت بکنیم. ما سه تا ذره زیر اتمی بسیار مهم داریم: الکترون، پروتون و نوترون. نمادهاشون با ای کوچک، پی کوچک و ان کوچک است. جایگاهشون در داخل اتم به چه صورته؟ همینطور که در این تصویر هم میبینین، ما یک هسته ای داریم در داخل اتم که در این هسته پروتون ها و نوترون ها قرار دارن. پروتون و نوترون داخل هسته است. خب اطراف هستم الکترون ها میگردن که خب شما اصلا امسال باید آرایش الکترونی رو هم بتونید رسم بکنید و و و واسه میدونیم که اطراف هستم. بار الکتریکی نسبی،
اینها به چه صورتی هست. چرا میگیم نسبی؟ منظورمون اینه که نسبت به یک چیزی بار الکتریکیشون به چه صورته. برای الکترون منفی یک و برای پروتون مثبت یک. این به این معناست که بار الکتریکی اندازه های برابری داره، یک و یک، اما یعنی مقدارهاشون برابر هست. اما توجه بکنید که جهت هاشون با هم دیگه فرق میکنه، یکیشون منفی یکی، یکیشون مثبت یکی. پس مقادیر برابره ولی جهت ها با هم دیگه فرق میکنن. درسته که میگن صدا نداریم، درست نیستش، صدا رو دارید، این مشکل از شماست. کتاب تکمیلی رو هم بخونید، خوبه، اینجا کار میکنیم با هم دیگه و جز منابعتون، جز مشقاتونه. هر هفته هر جلسه یه تیکهشو با هم دیگه میخونیم. مثلا این جلسه بخشای زیادی از فصل 1 نهم و فصل 3 هشتم رو با هم مطالعه میکنیم. اصلا هم چیز عجیب غریبی نیست. جرم نسبی، دقت کنید که نوترون هم خنثاست دیگه، بار الکتریکی نداره. جرم نسبی، من برای الکترون عدد یک رو در نظر میگم، یعنی دارم نسبت به الکترون جرم ها رو میسنجم. اگر این کار بکنم، پروتون 1836 برابر الکترون جرم داره و نوترون 1839 برابر الکترون، پس حدوداً 2000 برابر الکترون اینها جرم دارن. و اینکه جرم الکترون در مقابل اینها قابل صرف نظر کردنه، این دوتا رو پس من میگیرم حدود 2000 برابر. اگه من ازتون بپرسم جرم الکترون های یه فیل 5 تنی چند کیلوگرم میشه، شما چی میگین؟ خب من میتونم بگم که همه اون فیله بالاخره از یه سری اتم تشکیل شده دیگه و اتم ها از پروتون ها و نوترون ها و الکترون ها. میتونم تقریبا، دارم خیلی تقریبی حدس میزنم، بگم که جرم الکترون به روی جرم پروتون، نوترون و الکترون مثل یک به روی 2000 به علاوه 2000 دیگه. این که میگم حدود 2000 برابر، یعنی میتونم بگم یک به روی 4000 انگار، یعنی انگار تقریبا یک 4000 هر ماده ای میشه جرم الکترون هاش. تقریبی دارم میگم، گفتم یه فیل 5 تنی یعنی 5000 کیلوگرم، این میشه چقدر؟ واو، قبول دارید میشه 800 یا قبول ندارید؟ نه هیچ، نه دیگه، الان داریم میبینیم که یه جرم بسیار زیادی داره. اه قبول ندارید، پس میشه چند؟ باریکالله. عبدالله میگه 4.5 کیلو، محمد سینا میگه 1.25 صدم. خب 4/5 کیلوگرم، نمیدونم این باشه پیش شما یه جدول تناسبی ساده است و من حل نمی کنم، شما قراره خیلی چیزها رو حل بکنید. آره، خب یه چیز خیلی مهم که سر کلاس خیلی با در مورد این با بچه ها صحبت کردم، با شما هم صحبت میکنم و برای بچه ها دوباره مرور بشه، نقش اینها چیه؟ الکترون نقشش چیه توی اتم؟ ویژگی های شیمیایی خوندیم دیگه، الکترون از دست میدن، به دست میارن، به اشتراک میگذارن. پس اون کسی که توی واکنش ها مشارکت میکنه الکترونه و نقشش ویژگی های شیمیایی شه، اینکه داره چی کار میکنه، اون اتم میخواد توی این بازی چی کار کنه، الکترون میده میگیره. پروتون نقشش چیه؟ پروتون تعیین کننده ماهیت اتمه و هویت عنصر رو مشخص میکنه. من اگر به شما بگم عنصری که عدد اتمی آن، عدد اتمی میشد همون تعداد پروتون ها دیگه، یکم پایین تر دوباره مرورش میکنیم، 12 هست، منظورم همیشه منیزیومه. اگه بگم عدد اتمی 6، همیشه دارم در مورد کربن با شما صحبت میکنم. هویت رو پس میسپاریم دست پروتون. و نوترون چی کار است توی این بازی؟ نیروی جاذبه‌ای داره با پروتون‌ها و باعث پایداری هسته میشه. خب پروتون‌ها که بارهای مثبت هستن در فضای بسیار کوچک اتم، همدیگر رو میخوان
دفع کنن دیگه، برای همراه هم دیگه دفع میکنه. چی باعث میشه که این دفع نشه؟ حضور نوترون. خب یک تصویر دیگه از اتم که خب هسته رو نشون میده و الکترون ها که در مدارهای میشه. دو تا تعریف دیگه داریم باز در رابطه با عدد اتمی که با زد نشونش میدن و نشون دهنده تعداد پروتون های داخل هسته است. تعداد پروتون ها رو داره من میگه. خب و نتیجتا از اونجایی که اتم ها خنسا هستن، این تعداد پروتون ها داره شمار الکترون ها رو هم به من میگه. پس اگه من عدد اتمی عنصری رو بگم 54، یعنی هم 54 تا پروتون داره و نتیجتا ما 54 تا الکترون هم داشته باشه. این ها لحاظ بارالکتریکی خنسان، پس تعداد پروتون ها و تعداد الکترون ها همیشه با هم برابره برای اتم ها، برای یون نه، برای اتم. عدد جرمی چی به من میگه؟ عدد جرمی مجموع پروتون ها و نوترون ها رو داره به من نشون میده. خب چند تا نتیجه گیری خوب میتونم بکنم. اول اینکه من اگه بخوام تعداد نوترون یک همچین چیزی رو میتونم اینجا داشته باشم، بگم که خب عدد جرمی پس میشه مجموع عدد اتمی به علاوه تعداد نوترون ها، یا به عبارت دیگه اگر من بخوام تعداد نوترون ها رو به دست بیارم میتونم عدد جرمی رو منهای عدد اتمی بکنم، به خاطر اینکه این مجموع پروتون ها و نوترون ها بود، اینم داشت تعداد پروتون ها رو نشون داد، اصلا کم کنید تعداد نوترون ها رو بهم میده دیگه. خب دقت بکنید بچه ها، اینکه جرم اتم به تعداد پروتون ها و نوترون هاش بستگی داره. دیدیم که چقدر جرم اتم، جرم الکترون قابل صرف نظر کردن نسبت به جرم اتم. و یه نکته خیلی مهم، این عدد جرمی یه قرابت معنایی خوبی داره با جرم خود اون اتمه. یعنی چی؟ یعنی اگر من بگم منیزیوم عدد جرمیش 24، یعنی مجموع پروتون نوترون رو در خود هستش 24، کربن 12 هم عدد جرمیش 12، میتونم استنباط کنم که جرم اتم منیزیوم دو برابر جرم اتم کربنه. یعنی شما میتونید نسبت‌های جرمی رو با هم دیگه در بیارید و متوجه بشید که اینا نسبت به هم چه جرمی دارن. خب بسیار جالبه. در رابطه با ایزوتوپ ها با هم دیگه میخوایم صحبت بکنیم. فقط این نکته رو در ذهن خودتون بسپارید که فقط ایزوتوپ پایدارترین ایزوتوپ هیدروژن، یعنی H1 که عدد اتمیش یک، عدد جرمیش هم یکه، نوترون نداره. بقیه اتم ها همشون نوترون دارن. پس فقط پایدارترین ایزوتوپ عنصر هیدروژنه که عدد اتمیش با عدد جرمیش برابره، یک یک. نوترون نداره. چرا نوترون نداره؟ خب داخل هسته خودش فقط یه دونه پروتون داره و کار نوترون این بود که دافعه به وجود میخواست، دافعه بین پروتون ها رو خنثی بکنه. خب اینجا فقط یه دونه پروتون داره، پروتون خودزنی نمی کنه، واسه همین نیازی هم نیست نوترون باشه. هرچند ایزوتوپ های دیگری دارد که در داخل هسته خودشون نوترون دارن. باشه باشه باشه، هایلایت خیلی تیر است، رنگش رو تغییر میدم حتما. یکی از چیزایی که عدد جرمی به من میتونه بگه این نسبت هاست. من میتونم به کمک عدد جرمی نسبت های جرمی رو متوجه بشم. قربون شما. ایزوتوپ ناپایدار چه ایزوتوپی؟ جلوتر بهش میپردازیم. ایزوتوپی هستش که یه سری ویژگی هایی داره، میتونیم تشخیص بدیم ناپایدار هست یا نه، و اینکه دچار پرتوزایی میشه و واکنش های هسته ای انجام میده که جلوتر باز بهش میپردازیم. محمد، ماده‌ای که میگه از چه مولکول‌هایی تشکیل شده؟ از مولکول‌های متنوع و زیادی تشکیل شده و یک نوع مخلوط به حساب میاد. چایی که میگه
جدول تناوبی قرار نیست حفظ بکنید. عدد جرمی رو باز توضیح بدم. مجموع پروتون و نوترون هست عدد جرمی، خیلی مختصر بخوام بهت بگم. جزوه رو آپلود میکنیم در بخش جزوات، حتما مثال میزنیم. محمد توی این کلاس کاملا از پایه شیمی رو یاد میگیری و اصلا بدون هیچ نگرانی، فقط با کلاس جلو بیا. ست رضا به سوال جواب میدیم. حدود از ساعت 7 هم همیشه کویز بارگذاری میشن، یه ساعت قبل کلاس کویز بارگذاری میشه. خب بیاین با کلاس، بیاین. به طور معمول توی کلاس ها همیشه من اینو قید میکنم که قید ها در داخل درس شیمی و زیست شناسی بسیار مهمه. به طور معمول، معمولا، اغلب، همیشه خیلی اهمیت داره، نه فقط امسال، تا سال 12 میبینید در بسیاری از سوالات کاملا نکته سوال در داخل قیدی هست که استفاده میشه. همیشگی نیست این قضیه. به طور معمول در عناصر سبک تعداد نوترون ها با تعداد پروتون ها برابره. یعنی چی؟ مثلا شما کربن 12 رو نگاه کنید، خب این 6 تا پروتون داره، تعداد نوترون ها چقدر میشه؟ میشه 12 منهای 6. چرا 12 منهای 6؟ این مجموع پروتون ها و نوترون هاش هست دیگه. یعنی این n به علاوه p منهای p میشه تعداد n ها، این منهای این تعداد نوترون ها رو میده. چرا میگم به طور معمول در عناصر سبک؟ من مثلا یه عنصری دارم مثل لیتیوم، لیتیوم هم عنصر سبکیه، ولی نگاه کنید آیا تعداد پروتون ها و نوترون هاش با هم برابره؟ این 7، این 3، تعداد نوترون هاش میشه 4. ولی با سنگین تر شدن اتم تعداد نوترون ها از تعداد پروتون ها بیشتر میشه، یعنی شروع میکنه پیشی گرفتن. برابرن معمولا، از یه جایی به بعد تعداد نوترون ها هی داره بیشتر و بیشتر میشه. خیلی خوب، نماد شیمیایی عدد اتمی رو من همیشه، این نماد یک عنصر، این عدد جرمی منه که همیشه اینجاست، این عدد اتمی منه که همیشه اینجاست. این سوال رو حل کنید، یکی از سوالات آزمون تیزهوشان هست برای سال 96. شیمی و زمین شناسی مجموعه رو هم 50% سوالای علوم رو تشکیل میده، یعنی به طور معمول 5 تا از 10 تا مال شیمی و زمین شناسی. حتما موعده کلاس ساعت 9:20 است، تا یک ساعت دیگه. خب این سوال رو حل کنیم با هم دیگه، 30 ثانیه وقت دارید. حل کردید، شروع کنید عدد دادن توی گزین، توی بخش چت باکس. عدد اتمی محمد تعداد پروتون ها رو نشون میده و عدد جرمی مجموع پروتون ها و نوترون ها رو نشون میده. امیر حسین مثل اینکه خوابایی دیدی برام. خب میگه پاد اتم ها، اصلا ما در مورد پاد اتم چیزی خوندیم؟ نه. یک جنس از سوالات اینو که شروع میکنید در مورد موضوعی حرف زدن و تحلیل ما رو میخواد. از این دست سوال ها ما زیاد میبینیم. ببینیم حالا چی میگه. پاد اتم ها مشابه اتم هایی هستن که میشناسیم، البته تفاوت هایی هم دارن. هسته اونها از نوترون ها و نگاترون ها
که حالا نگاترون چیه؟ ذراتی با جرم پروتونه و بار الکتریکیش مانند الکترونه، یعنی بار الکتریکی منفی داره نگاترون ساخته شده، و در اطراف این هستم پوزیترون ها، ذراتی با جرم الکترون و بار الکتریکی همانند پروتون در گردشن. بر این اساس اجزای سازنده یک پاد بریلیوم 9 چیست؟ پاد بریلیوم 9 عدد اتمیش هم به من داده 4. من کجا فهمیدم عدد جرمیش 9؟ ایزوتوپ ها رو همیشه به این صورت می نویسیم، مثلا می نویسن کربن 12، مثلا می نویسن هیدروژن 3. این خط تیره و یک عدد به معنی اینکه عدد جرم میشه. عدد اتمیش هم داده 4. خب این با اتم خیلی فرق نمیکنه، فقط یه نگاترونی داره که با اتم معمولی یه نگاترونی داره، جرمش هم پروتونه، بارش منفیه، یه پوزیترونی داره، جرمش الکترونیه و بارش مثبته. این الکترون من میتونم باهاش رفتار کنم، با اینم عین نوترون میتونم باهاش رفتار کنم. خب حالا سوال، اصلا گفته این چند تا نوترون داره در وهله اول؟ من میدونم 9 منهای 5 تا مساوی 9 منهای 4 تا مساوی 5 تا نوترون داره. خب کدوم این گفته 9 تا نوترون، این که ولش کن، 5 تا نوترون، 5 تا نوترون، 4 تا نوترون، اینم ولش کن. خب چند تا نگاترون داره؟ من اینجا با این مثل پروتون باید رفت دارم. چهار تا دیگه. خب نگاترونش هم که 4 تاست، پس سرضرب گزینه 4. چند تا پوزیترون داره؟ انگار مثلا میپرسم چند تا الکترون داره؟ 4 تا. میبینید اصلا در مورد این هیچ جایی صحبت نشده، ولی خب سوال از جنس تحلیله دیگه. یکی از سوالاتی که توی کنکور سراسری هم اومده، ببین ستایش نگاه کن، ما با این نگاترون رو وقتی صورت سوال رو میخونیم میبینیم نگاترون یک موجودی عین پروتون، تعداد پروتون های داخل بریلیوم چند تا هست؟ 4 تا. پس این 4 تا هم نگاترون باید داشته باشه، 4 تا نگاترون. تعداد نوترون ها چند تاست؟ 9 منهای 4، 5 تا، 5 تا نوترون. و سوالی که میخونم اینه پوزیترون یه موجودی مثل الکترون، پس تعداد الکترون ها چقدره؟ بازم 4 تا، برابر با عدد اتمی، و خب پوزیترون هاش هم میشه 4 تا دونه. جدول تمامی تو 18 بلد باشید خوبه. سوال بعدی رو حل کنید. میگه عدد جرمی عنصری 45 و در آن رابطه N به روی P مساوی 1.25 صدام است. این عنصر با کدام یکی از اتم های زیر خواص شیمیایی یکسانی دارد؟ عدد جرمیش، عدد جرمیش که با A نشون میدیم مساوی 45 و N به روی پیش مساوی 1.25 صدام است، و گفته با کدوم یکی از اتم‌های زیر خواص شیمیایی یکسانی داره. خب N به روی پیش مساوی 1.25 صدامه، پس تعداد نوترون هاش 1.25 برابر تعداد پروتون هاشه. پس در رابطه N به علاوه P که مساوی همون عدد جرمی هم هست و با Z و با A نشونش میدم، به جای N میتونم 1.25 صدام P رو بنویسم. 1.25 صدام P به علاوه P مساوی 2.25 صدام P مساوی چقدره؟ 45. از اینجا به این نتیجه میرسم که تعداد پروتون ها مساوی است با 20. وقتی از ما میپرسه خواص شیمیایی مشابهی دارد، یعنی اینکه این عنصر من با کدوم یکی از عناصر گزینه ها همگروه هست، عناصری که در یک گروه از جدول تناوبی قرار دارند،
خواص شیمیایی مشابهی هم دارن. خب از کجا بفهمم که کدوما با کدوما همگروه هستن؟ فقط کافیه که آرایش الکترونیشون رو رسم بکنم. یه نکته دیگه، عناصری که تعداد الکترون‌های لایه ظرفیتیشون با هم دیگه برابره در یک گروه از جدول تناوبی قرار میگیرن، البته به طور معمول دیگه. یلدا نگاه کن، اینها دیگه A میشه N به علاوه P عدد جرمی، میشه N تعداد نوترون ها علاوه تعداد پروتون ها. بعد میگه نسبت N به روی P مساوی 1.25، پس تعداد نوترون ها میشه 1.25 تعداد پروتون ها. پس من اینجا میتونم به جای N بنویسم 1.25 P، به علاوه P میشه 2.25 P مساویه 45، پس تعداد پروتون هاش میشه 20 تا دونه. آرایش الکترونیش به چه صورته؟ 2882. کدوم یکی از این عناصر متعلق به گروه شماره 2؟ منیزیم با عدد اتمی 12، 282. اونهایی که در لایه ظرفیتی خودشون تعداد الکترون های برابری دارن متعلق به یک گروه از جدول تناوبی هستن. پس گزینه 2 درسته. خب این هم سوال کنکور بوده و هم توی سوالهای نمونه دولتی یه بار ازش استفاده شده. بیاین حالا سوال بعدی سوال کنکور هستش، بیاین این رو حل بکنید. میگه آرایش الکترونی کاتیون، آرایش الکترونی کاتیون، کاتیون میشد بار مثبت دیگه، Zn 65C دوباره مثبت به ترتیب از راست به چپ با آرایش الکترونی کدام گونه یکسان بوده و شمار نوترون های آن با کدام گونه برابر است؟ باریکلا عبدالله، باریکلا، مرسی آیدا. همین الان علی داریم فصل 3 سال 8 رو با هم میخونیم. باری که الان محمد سینا، علی آفرین، باری که الان ستایش، آفرین ماهده. خب باری که الان همین عباس، بریم ببینیم چی کار بکنیم. میگه آرایش الکترونی کاتیون، کاتیون این، خب اول از همه ببینم این چند تا الکترون داره. این 30 تا پروتون داره، پس 30 تا الکترون هم خواهد داشت، ولی بار الکتریکیش دوباره مثبته، یعنی دو تا الکترون از دست داده که بار الکتریکی شده دوباره مثبت. پس تعداد الکتروناش هست 30^2 مساوی 28. این 28 تا الکترون داره. ببینیم کدوم یکی از عناصر اینجا هم 28 تا الکترون داره. مثبت 2 32، این 32^2 تا، این 30 تا الکترون داره، پس این به درد من نمیخوره. این هم که باز جرمانیومه به درد من نمیخوره. گالیوم سه بار مثبت، گالیوم سه بار مثبت، پس یا 3 یا 4. بچه‌هایی که گزینه 1 و 2 رو انتخاب کردن حواسشون به این نبوده، فکر کردن این 30 تا الکترون داره، ولی این یونیه که بار الکتریکیش مثبت و الکترون از دست داده. خب شماره نوترون هاشو چطوری حساب کنم؟ 65^30 میشه 45 تا، میشه 45 تا، درسته؟ میشه 35 تا. 64^29 35 تا، گزینه 4. خب بریم باز بپردازیم به جزوه‌مون ببینیم چه خبره. یون رو در داخل سوالات دیدیم به چه صورته، بار الکتریکی داره و
یون ها رو ما به صورت یون تک اتمی یا یون چند اتمی در نظر میگیریم. یون های تک اتمی موقعی به وجود میان که یک عنصر اتم یک عنصر الکترون از دست داده باشه یا الکترون گرفته باشه. مثلا فرضاً فلز سدیم یک این یه الکترون لایه آخر خودش رو از دست بده و آرایش الکترونیش بشه 2-8. خب این یک الکترون از دست داده، به همین دلیل بار الکتریکیش مثبت میشه. چرا؟ نگاه کنید بچه‌ها، همیشه تعداد الکترون‌ها و تعداد پروتون‌ها با هم دیگه برابره و الکترون‌ها هم هستن که میرن و میان. خب اگر یکی الکترون بگیره، تعداد الکترون‌هاش از تعداد پروتون‌هاش بیشتر میشه، پس بار الکتریکیش منفی خواهد شد. اگر الکترون از دست بده، تعداد الکترون‌هاش از تعداد پروتون‌هاش کمتر میشه، پس بار الکتریکیش مثبت خواهد بود. در مورد این خیلی کار داریم همیشه. خب فلزها تمایل دارن که الکترون از دست بدن و به یون مثبت یا اسم دیگه‌اش کاتیون تبدیل بشن، و نافلزها تمایل دارن الکترون بگیرن و به یون منفی یا آنیون تبدیل بشن. یه موضوع دیگه هم داریم مثل یونهای چند اتمی که بهش خواهیم پرداخت در بخش ترکیبات یونی. الان اینجا رو نگاه کنید، این Na مثبت میشه یک یون تک اتمی، یعنی فقط از یک اتم، کلور منفی، نیتروژن سه بار منفی، اینا رو میبینید تک اتمیه. یه سری یونها هستن مثلا SO4 دو بار منفی، این چند اتمیه، از 5 تا اتم تشکیل شده، مثل OH منفی. خب در رابطه با رسم آرایش الکترونی شما باید حتما به این قضیه واقف باشین که آرایش الکترونی رو چجوری باید رسم بکنیم. ببینید چند تا موضوع هستش که باید بهش دقت کنیم. الکترون ها تو مدار دایره شکل در حال چرخش هم، بله. شمردن مدارها رو ما از مدار درونی، اونی که به هسته نزدیکتر هست، همیشه شروع میکنیم. یه سری قوانینی وجود داره، اونم به این صورته که همیشه الکترونی که تو مدار بیرونی تر هست رو من میتونم آسونتر جدا کنم و در واقع انرژی کمتری رو براش خرج میکنم و راحت تر جدا میشه. اصلا از روی همین موضوع هستش که به آرایش الکترونی هم تونستن پی ببرن. هر مدار ظرفیت مشخص خودشو داره و از رابطه 2N2 به دست میاد. یعنی چی 2N2؟ N شماره مدار اصلیه، یعنی تو مدار اول من 2^1 = 2، 2 تا. تو مدار دوم هم 2^2 = 2، 8 تا الکترون دارم و و و، که حالا انجام میدیم. پس تو مدار سوم 18 الکترون خواهم داشت. این دوتا نکته نکاتی هستن که باسه رسم آرایش الکترونی فلزات واسطه، این فلزاتی که در وسط جدول تناوبی هستن و 10 تا گروه فرعی هستن، معنی پیدا میکنه. چی میگه؟ میگه زمانی که تعداد الکترون های یه مدار الکترونی میتونه بیشتر از 8 تا باشه که مدار بیرونی لااقل 2 تا الکترون داشته باشه. یعنی چی؟ مثلا من میخوام برای یک ماده‌ای مثل اسکاندینیوم با عدد اتمی 21 آرایش الکترونیش رو رسم کنم. خب تو مدار اول 2 تا الکترون قرار میگیره، تو مدار دوم 8 تا الکترون قرار میگیره. الان من توی مدار سوم میتونم 18 تا بذارم؟ نه، نمیتونم 18 تا بذارم، چون خب بیشتر میشه از 21. چند تا میتونم؟ چند تا جا دارم که بذارم؟ 11 تا. میتونم بذارم 11؟ نه، نمیتونم بذارم 11، چون یه شرطی هست اونم اینه که مدار آخر بیشتر از 8 تا الکترون نمیتونه داشته باشه. خب من میام این کار رو انجام میدم، اینجا رو این شرطه اینه، وقتی میتونه بیشتر از 8 تا باشه، مثلا 9، که مدار بیرونی حداقل 2 تا الکترون داشته باشه. من میتونم اینو به این صورت رسم بکنم،
یا برای کلسیوم با عدد اتمی 20 میگم 2 8، میتونم تا اینجا 10 تاشو گذاشتم، 10 تا مونده، میتونم 10 بذارم؟ نه. چند میتونم بذارم؟ میذارم 8 2. برای همین کلسیوم رو یک عنصری از گروه دوم جدول تناوبی اختصاص میدیم. بله، به مدار چهارم 2 تا الکترون میدیم. این یه موضوعیه که برای امسال نیست و سال بعد که شما آرایش الکترونی به صورت کوانتومی رو یاد میگیرین خیلی راحت میتونین نه متین میشه همین 2 8 9 2 و شروع میشه اون لایه سومه پر شدن که حالا سال بعدی میخونید، به این میگن زیر لایه دی، اوربیتال دی شروع میشه پر شدن، بعدیش میشه 2 8 10 2، همینطور میره جلو. خب عرضم حضورتون که ایزوتوپ عناصر یک گروه هن که عدد اتمی یکسانی دارن، از عناصر یک اتم های یک عنصر هن، همشون متعلق به یک خونه از جدول تناوبی هن، همشون برای یک عنصر هن، عدد اتمیشون یکسانه ولی عدد جرمیشون با همدیگه فرق میکنه. پس تفاوتشون توی چی میشه؟ تفاوتشون در تعداد نوترون هاشونه. دقت کنید، میگم اتم های یک عنصر هستن، پس به این معنیه که همشون عدد اتمی های یکسانی دارن. اتم های یک عنصرن، همشون عدد اتمی های یکسانی دارن، ولی در تعداد نوترون ها با هم دیگه تفاوت دارن. همین قضیه باعث میشه در یک سری مسائل دیگه هم با هم تفاوت داشته باشن. خب دقت بکنید توی چه مسائلی با هم دیگه میتونن تفاوت داشته باشن. خواص شیمیایی مرتبط هست به تعداد الکترون ها، خاصیت شیمیایی تعداد الکترون ها میرفتن میومدن، پروتون ها ماهیت رو نشون میدادن، نوترون ها هم که هسته رو حفظ میکردن. خواص شیمیایی الکترون ها، خیلی خوب، اینا ایزوتوپ ها الکترون هاشون با هم دیگه فرق میکنه؟ نه، تعداد الکترون های یکسانی دارن، پس خواص شیمیاییشون مثل هم میشه، مثل هم وارد واکنش های شیمیایی میشن و از لحاظ ویژگی های شیمیایی با هم دیگه تفاوتی ندارن. تو چی با هم فرق میکنن؟ خواص فیزیکی مرتبط به جرم. خواص فیزیکی مرتبط به جرم مثل چی؟ مثل دمای جوش، دمای ذوب و چگالی. همین تفاوت هم هست که میتونه به ما کمک کنه در جداسازی ایزوتوپا از هم دیگه. ما برای جداسازی چیزی که تو فصل 1 سال 8 میخونیم از اختلاف ها استفاده میکنیم. اختلاف چگالی کمک میکنه که ما بتونیم ایزوتوپا رو از هم دیگه جدا بکنیم. تو کدوم یکی از روش های جداسازی ما از اختلاف چگالی استفاده میکردیم؟ تو چت باکس بنویسین. تا موقعی که دارید تایپ میکنید من ایزوتوپ رو یه بار دیگه، باریکلا ایزوتوپ رو یه بار دیگه برای امیرعلی توضیح بدم. اتم های یه عنصرن، پس عدد اتمیشون تعداد پروتونهاشون با هم برابر، که اختلاف دارن در تعداد نوترون ها، تعداد نوترون هاشون با هم دیگه فرق میکنه. باریکلا ستایش. قیف جدا کننده نمیتونه جواب مناسبی باشه واسه ما. قیف جدا کننده تفاوتش توی اختلاف چگالی نیست، تفاوتش توی امتزاج ناپذیری و حل نشدنه. وگرنه آب و الکل هم اختلاف چگالی دارن با هم، ولی ما به کمک قیف جدا کننده نمیتونیم اونا رو از هم جدا کنیم. اما آب و روغن رو میتونیم جدا کنیم، به خاطر اینکه آب و روغن تو هم دیگه حل نمیشن، امتزاج ناپذیری، حل نشدن در هم دیگه. دستگاه تحقیق بر اساس اختلاف در نقطه جوشه. باریکلا، خیلی از بچه ها
درست جواب دادن. سانتریفیوژ، سانتریفیوژ روشی است که ما به کمک اون میتونیم از اختلاف چگالی استفاده کنیم و جدا بکنیم. خب اینم از این نکته. تفاوت‌ها و شباهت‌ها توی عدد اتمی با هم شبیهن، خواص شیمیاییشون مثل همدیگه است، آرایش الکترونیشون مثل همدیگه است، تعداد الکترون‌هاشون مثل همه، بله، تعداد پروتون‌هاشون مثل همه، بار الکتریکیشون مثل همه، بار الکتریکی نداره. موقعیت در جدول تناوبی همه‌شون مال یه خونن دیگه. ببینید میگم اتم‌های یه عنصرن. مثل چی؟ مثلا کربن سه تا ایزوتوپ داره. اولا وقتی میگم کربن، خب یعنی همه‌شون عدد اتمیشون 6ه. ایزوتوپ‌هاش ایزوتوپ 12، ایزوتوپ 13 و ایزوتوپ 14. من به صورت کربن 12 نشونش میدم. میگم این کربن 13 یا کربن 14. خب تفاوتشون تو تعداد نوترون هاشونه دیگه. این 6 تا نوترون داره، این 7 تا نوترون داره و این 8 تا نوترون. توی چیا با هم دیگه فرق میکنن؟ تفاوتشون تو چیاست؟ عدد جرمیشونه، بله. میبینید عدد جرمیشون و جرم اتمیشونه که این دوتا گفتیم قرابت معنایی دارن. تعداد نوترون هاشون، خواص فیزیکی وابسته به جرمشون مثل نقطه ذوب، نقطه جوش، چگالی و فراوانی ایزوتوپ ها در طبیعت. اینا به صورت یکسان در طبیعت پخش نشدن. یعنی اگر یه عنصری دو تا ایزوتوپ داشته باشه، اینطوری نیست که 50% اتمش از این ایزوتوپ باشه، 50% از اون یکی باشه. نه، از این خبر نیست. درصد فراوانیشون فرق میکنه با هم. معمولا یکی خیلی بیشتر از بقیه است. مثلا اینجا تو کربن، این کربونه خیلی درصدش بیشتر از دوتا کربون دیگه است، پس درصد فراوانی های یکسانی ندارن. خب یکی از نکته های خیلی مهم این در رابطه با ایزوتوپ های هیدروژن هست که شما باید حتما بشناسیدشون. ایزوتوپ های هیدروژن سه تا ایزوتوپ داره. میبینید عدد اتمیشون یکسانه، عدد جرمیاشون متفاوته. هیدروژن یک، هیدروژن دو، هیدروژن سه. تعداد پروتون های همشون خب یکیه، همشون یه دونه. تعداد نوترون هاشون، این همونی بود که نوترون نداشت و تنها اتمی بود که عدد اتمی و عدد جرمیش با هم برابر بود. این یه دونه نوترون داره و این دوتا نوترون. هیدروژن تنها عنصریه که ایزوتوپاش نماد اختصاصی و نام اختصاصی هم دارن. با H نشونش میدن، البته خیلی جاها با P هم نشونش میدن، با D نشون میدن هیدروژن 2 رو و با T نشون میدن هیدروژن 3 رو. اسمشون پروتیوم، دوتریوم و تریتیوم هست. بیشترین درصد فراوانی رو داره. از دوتریوم برای تولید آب سنگین استفاده میکنن. آب سنگین منظور آبیه که چگالی بیشتری خواهد داشتی. خب به خاطر اینکه دوتریوم اتمش سنگین تر از پروتیوم هست، به همین دلیل چگالی بیشتری هم خواهد داشت و کاربرد بسیار زیادی داره در فرآیند غنی‌سازی اورانیوم. از بین این سه تا ایزوتوپ هیدروژن که هر سه ایزوتوپ های طبیعی هیدروژن هستن، یعنی هر سه تاشون در داخل طبیعت یافت میشن، هیدروژن شماره 3 یا تریتیوم هستش که خاصیت پرتوزایی داره. خاصیت پرتوزایی، اصطلاحا هم بهش میگن رادیو ایزوتوپ. ایزوتوپ هایی که ناپایدارن و دچار فروپاشی میشن. حالا جلوتر در موردشون با هم دیگه صحبت میکنیم. این یه نکته یه که از کتاب علوم تکمیلی اومده. میگه همه عناصر در طبیعت بیشتر از یه ایزوتوپ دارن، یعنی چند تا ایزوتوپ دارن، به غیر از آلومینیوم، فسفر، نیتروژن و سودیوم. یعنی اینا همین یه فرم رو دارن در داخل طبیعت. البته که از این 4 تا عنصر در آزمایشگاه ایزوتوپ های مختلفی ساخته شده. یعنی اینجوری نیست که هیچ ایزوتوپی نداشته باشن، ایزوتوپ دارن اما در طبیعت همون یه حالت خودشون پیدا میشه. آب سنگین به چه دردی میخوره؟ اما در این مقال نمیگنجه. باید زمان رو سیف کنیم، هرچی سریعتر بریم جلو و نکته و تست با هم دیگه حل کنیم، فرصت بشه مفصل براتون توضیح میدم. خب بیشترین ایزوتوپ برای زنونه که 26 تا ایزوتوپ داره و البته 8 تا از این ایزوتوپ هاش تا
پایدارن، بقیه ناپایدار هستن. این هر دوتا از متن کتاب علوم تکمیلیتون اومده. حالا چطوری میتونیم تشخیص بدیم که یک ایزوتوپ پایداری خودش رو داره؟ ببینید، اگر نسبت تعداد نوترون ها به پروتون هاش بزرگتر یا مساوی 1.5 باشه، نگاه کنید تعداد نوترون هاش به پروتون هاش بزرگتر مساوی 1.5 باشه، اون ایزوتوپ ناپایداره و دچار پرتوزایی میشه و کاهش جرم پیدا میکنه. دقت کنید، کاهش جرم پیدا میکنه در پرتوزایی و در این فرایند از قانون بقای جرم تبعیت نمیکنه. ما اینها رو جزء تغییرات شیمیایی به حساب نمیاریم و جزء دسته سوم تغییرات، یعنی تغییرات هسته‌ای قرارشون میدیم. مثلا توی تریتیوم که به این صورت بود، 3-1، تعداد نوترون ها چند تاست؟ 2 تا. تعداد پروتون ها چند تاست؟ 1. این آیا بزرگتر مساوی 1.5؟ بله. پس این یک موجودیه که ناپایدار. این یکی از شرط های ناپایداری ها. اینجوری نیستش که همه عناصر پرتوزا اینجوری هستن. اونایی که این شرط رو دارن پرتوزا هستن. اوکی؟ خیلی خوب. عناصر با عدد اتمی 84 به بالا هم ایزوتوپ های پایداری ندارن. یعنی اینکه ما از اینها فقط رادیو ایزوتوپ پیدا میکنیم. نه دیگه، زنون دیگه پایدار نمیشه، رادون. خب در مورد واکنش های هسته‌ای، ما دو مدل واکنش هسته‌ای داریم. یکیش شکافت هسته‌ایه که یک اتم سنگین به عناصر سبکتر تبدیل میشه و مقدار بسیار زیادی انرژی تولید میکنه، که ازتون میخوام این رو در کتاب علوم تکمیل سال 8 پیدا بکنید و بخونید. یکیش هم همجوشی هسته‌ای هست، یعنی همون گداخت، که در اون دو تا عنصر سبک به هم دیگه برخورد میکنن و یک عنصر سنگین تر رو تولید میکنن، مثل این واکنش که دوتریوم و تریتیوم با هم دیگه برخورد میکنه. دوتریوم چی بود؟ این بود. تریتیوم چی بود؟ این بود. چی تولید میکنه؟ هلیوم به من میده و چی؟ نوترون. نوترون رو هم به این صورت نشون میدم. دقت بکنید که مجموع این اعدادی که اینجا هست همیشه با هم دیگه برابره. یعنی اینجا من 5 تا دارم، اینجا هم 5 تا، اینجا 2 تا دارم، اینجا هم 2 تا. این یک نوع واکنش هسته‌ای به اسم همجوشی و اینا از قانون بقای جرم تبعیت نمی‌کنن دیگه. قانون بقای جرم که حالا می‌خونیم میگه که آقا اینا اتمه، باید هر چی اینور اتم داریم، عنصر داریم، اینور هم باید همون عنصر رو داشته باشیم، ولی اینا اینجوری نیست. کاربورد های مواد پرتوزا چه کاربورد هایی دارن اینها؟ که باز این از متن کتاب درسیتون و علوم تکمیلیتون نه آریانو، اصلا اینطور نیست، کاملا هم سطح و هم لول هست با مطالبی که داخل آزمون هاتون میاد و بر اساس کتاب درسی و کتاب علوم تکمیلیتونه. اصلا ما دنبال این نیستیم که یه چیز فراتری از سالهای آتی بخوایم. چرا؟ در طول کلاس‌های سالیانمون این کارو انجام میدادیم. بچه‌ها کلی مطلب از سال 10 و 11 و 12 که مرتبط بود می‌خوندن، ولی اینجا نه. ایشالله چرا نشه. خب چه کاربردهایی داره؟ اینجا واسهتون یک سری از کاربردهاش رو نوشتم. ازتون میخوام که مورد مطالعه قرار بدین این کاربردها رو، مثل تولید انرژی، شناسایی درمان و بیماری، شناسایی و درمان بیماری، مثلا درمان بیماری به کمک کوبالت 60 و رادیوم اتفاق میفته، یا ایزوتوپای یود. شناسایی هم یه سری رادیو ایزوتوپ ها هستن که در داخل خون وارد میکنن، بعد در اثر گردش خون یه جاهایی رو که ما رشد سلول سرطانی داریم رو میتونن مشخص کنن و به ما نشون بدن. میتونیم از تعیین عمر براشون استفاده کنیم. در بررسی واکنش ها کاربرد دارن بعضیشون و استریلیزه کردن
وسایل و مواد غذایی، همه اینها از کتاب درسی شما یا کتاب علوم تکمیلی برداشته شده. یعنی هیچ کدوم از این خطایی که اینجا میبینید حاصل تراوشات ذهن من نیست، که اگر میخواست باشه و من در رابطه با کاربردهای مواد پرتوزو بنویسم میشد کاملا یه کتاب در آورد ازش، خیلی چیزای زیادی میشد نوشت. اما خب چیزایی که فقط باید مورد مطالعه قرار و جزء اطلاعاتتون باشه رو من براتون گذاشتم. اصلا این کلاس برای همین افراد امیر عباس. محمد از اول کلاس داری غور میزنی، بیا با کلاس، بیا با کلاس بیا. قبول دارم یه مقدار سرعتش زیاده، اما خب قرار با هم دیگه نکات رو دوره کنیم و مسئله حل بکنیم. خب اینجا مطالبی که مربوط به فصل 3 سال 8 کاملا تمام میشه و وارد فصل 1 سال 9 میشیم. بیاین چند تا سوال حل کنیم با هم. نسبت شمار نوترون ها به شمار پروتون ها در سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن کدام است؟ سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن، این یه تست کنکوره که متعلق به سال دهم، یعنی هم فصل اول سال دهم در مورد ایزوتوپ های هیدروژن شما میخونید. نکتهش هم توی کلمه طبیعیه. حالا یعنی شاید شما بگین خیلی سوال گلابیه، ولی اگر این کلمه طبیعی رو بهش یعنی میدونید، بقیه ایزوتوپای هیدروژن رو باهاش آشنا نیستید، در صورتی که تو سال دهم بقیه ایزوتوپای مصنوعی هیدروژن رو توضیح میده. شمار نوترون ها به شمار پروتون ها در خب سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی تریتیوم دیگه، شمار نوترون هاش 3-1، شمار پروتون هاش هم که 1 میشه 2-1. این سوال قشنگیه. میگه با توجه به جدول زیر که بیانگر درصد فراوانی ایزوتوپ های طبیعی 3 عنصره، بیانگر درصد فراوانی است، بیانگر پایداری ایزوتوپ هاست. ایزوتوپ های طبیعی 3 عنصر هیدروژن کربن اکسیژن، تفاوت جرم سبکترین و سنگین ترین مولکول پایدار گلوکوز که خب فرمول شیمیاییش هم 3-6H12O6 چقدره؟ فکر کنید بهش. بچه ها فایل کلاس کاملا ضبط میشه و در خدمت شما قرار میگیره. یه سری از جاهاش رو اگر متوجه نشدین فیلم رو دوباره ببینید. یعنی بچه ها این کار رو به صورت معمول انجام میدن و جزء خوب ویژگی های خوب کلاس اینه که شما این فایل رو دارید. خب تفاوت جرم سبکترین و سنگینترین مولکول پایدار، خب نیمه عمر اشاره داره به مدت، وقتی یه ایزوتوپی نیمه عمر داشته باشه اشاره داره به مدت زمانی که طول میکشه تا ماده پرتوزا جرمش به نصف مقدار اولیه خودش برسه. وقتی من نیمه عمر دارم یعنی این که مادم پرتوزاه و پایدار نیست، ناپایداره. پس این به درد من نمیخوره، این به درد من نمیخوره، اینو به درد میخورن. چرا؟ چون گفته مولکول پایدار گلوکوز. خب هیدروژن 2، هیدروژن 1
سبکترینم هیدروژن یکه، سنگینترینم هیدروژن دوه. سبکترین، سنگینترین. اختلاف جرم این دوتا چند تاست؟ یک عدد. چند تا هیدروژن من دارم؟ یک ضرب در 12. من 12 تا هیدروژن دارم. پس تا اینجا 12 تا اختلاف جرمای هیدروژن ها میشه. کربن 12 سبکترین، کربن 13 سنگین ترین. اختلاف جرم این دوتا چقدره؟ این 12 این 13 یه دونه. چند تا کربن دارم؟ 6 تا. 6 ضرب در 1. پس 6 تا هم اینجا اختلاف جرم کربن هاش میشه. بریم سراغ اکسیژن. اکسیژن 16 سبکترین، اکسیژن 18 سنگین ترین. اختلافشون چقدره؟ 18 منهای 16 دو تا. چند تا اکسیژن دارم من؟ 6 تا. خب 12 به علاوه 6 به علاوه 12 میشه چقدر؟ میشه 30 تا. باریکالله. آفرین بچه. سوال آزمون تیزهوشان بخونید حلش کنید. صد گرم آب معمولی، 100 گرم آب سنگین. فرض کنید که اتم اکسیژن موجود در مولکول‌های آب هر دو نمونه هم یکسانه. کدام گزینه درباره دو نمونه آب معمولی یا آب سنگین درسته؟ این سوالات رو داخل پنل قرار میدیم. بله متین. باریکالله امیر عباس، باریکالله متین. آفرین عبدالله کارش بیسته. باریکالله سنا. خب چجوری باید من اینو حل بکنم؟ من 100 گرم آب سنگین دارم، جرماشون با هم برابره دیگه. 100 گرم آب معمولی، اینا جرماشون با هم برابره. دقت بکنید هیدروژن سنگین تره. وقتی اینا جرم هاشون با هم دیگه برابره، توی یکی هیدروژن سنگین تر دارم، توی یکی هیدروژن سبک تر دارم، اون ظرفی که هیدروژن سبک تر دارم ازش تعداد مولکولاش باید بیشتر باشه دیگه تا بخواد جرم هاشون با هم دیگه برابر شه. اون ظرفی که هیدروژن سنگین تر دارم ازش تعداد مولکولاش قاعدتا باید کمتر باشه. یعنی اجازه بدید من گزینه یکو اصلا قبول نکنم. اگه تعداد مولکولاشون با هم دیگه برابر باشه، اینجوری دیگه جرماشون که با هم برابر نیست، نمیشه هر دوتاشون هم 100 گرم باشه. دو، میگه تعداد اتمای نمونه اکسیژن در نمونه آب معمولی از نمونه آب سنگین بیشتره. بله، به خاطر اینکه تعداد مولکولهای هیدروژن در تعداد مولکولهای آب در نمونه معمولی بیشتر از نمونه آب سنگینمه. گزینه دو رو من همینجا سرزرب انتخاب میکنم. هیچ وقت ولی این کار نکنید، 3 و 4 نخونده نپرید. شاید یه تریکی، یه حقه، یه چیزی باشه شما متوجهش نشدید. 3 و 4 هم چک بکنید. در هر مولکول آب سنگین تعداد پروتون های بیشتری از مولکول آب معمولی وجود دارد. نه خیر، تعداد پروتون های ایزوتوپ ها با هم برابره دیگه، فرقی نمیکنه. حالا اگه تعداد نوترون هاشو میپرسید من قبول میکردم. آب سنگین برخلاف آب معمولی ماده پرتوزای نخ، ایزوتوپ پرتوزای هیدروژن تریتیوم بود. اینم سوال تیزهوشانه، ولی اجازه بدید بریم ادامه درس رو داشته باشیم. ویژگی فلزات. بیشتر جدول تناوبی فلزان و بیشتر سمت چپ جدول تناوبی هستن. این به این دقت بکنید که تنها فلز
مایه‌ای که من دارم جیوه است، پس خاصیت چکشکاری واسه همشون معنی پیدا نمیکنه دیگه. خیلی خوب، به طور معمول چگالی نقطه ذوب و نقطه جوش بالایی دارن؟ یعنی همشون چگالی و نقطه ذوب و نقطه جوش بالایی ندارن. میتونید مثال بزنید داخل چت باکس همزمان بنویسید اسم یه سری فلزی که چگالیشون کمتر از چگالی آب هست. باریکلا مهدیه، آفرین. لیتیوم، سودیوم، سودیوم و پوتاسیوم، سیلیسیوم فلز نیست، شبه فلزه. سودیوم قبوله. اوکی خیلی خوب، قبوله قبوله. نافلزا، ما به کی میگیم نافلزا؟ بیشتر نافلزا سمت راست جدول و بالای جدول هم، به غیر از هیدروژن که سمت چپ جدول و بالای گروه شماره یک. پس همه نافلزا سمت راست نیستن دیگه. حواسم اومد به هیدروژن جلب کنم و حواسم باشه. نگاه کنید یه سری ویژگی باز دارن، باز اینجا در اثر ضربه خورد میشن. من باید بگم در حالت جامد یک همچین اتفاقی واسه شون خواهد افتاد. یه موضوع خیلی مهم، فلزها در واکنش ها الکترون از دست میدن، به کاتیون تبدیل میشن، پس فلز میشه کاتیون میشه. نافلزها الکترون میگیرن یعنی آنیون میشن یا اراد میگذارن، که توی کووالانسی شایع پراکنی نکن یلا، همینطور که میبینی صدا به صورت واضح هست. خب در رابطه با نافلزات ویژگی هاشون شما اینجا باید بخونید، مرور کنید برای خودتون. شبه فلزات فراتر از کلاس هست، فراتر از منابعتون هست، اگر دوست داشتید میخونید. موجوداتی هستن که خواستشون ما بین فلزات و نافلزاته، ولی در داخل جزوتون گذاشتم. طبقه بندی عنصرها در جدول تناوبی. خب من بر اساس افزایش عدد اتمی اومدم یک جدولی رو درست کردم به اسم جدول تناوبی عناصر، بر اساس افزایش عدد اتمی. پس من وقتی میگم عنصر شماره یک یعنی اونی که عدد اتمیش چنده؟ یکه. عنصر شماره 84، اتمیش 84. خب یک دسته از سوالات نیاز به این هستش که در داخل این دسته از سوالات من بخوام جای اتم رو کاملا مشخص کنم در کجای جدول تناوبی عناصر. دو تا راه داره، یکی میتونم آرایش الکترونیش رو رسم بکنم. چجوری؟ اینجوری. نگاه کنید یه سری دیتاهای کلی با هم دیگه مرور کنید از جدول تناوبی. جدول تناوبی دارای 7 تا دوره است. میبینید دوره یا ردیف، دوره اول، ردیف اول، ردیف دوم، ردیف سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. این دوتا هم مال همینجاست، یعنی همه این 14 تا اینا مال این خونه است. ببخشید مال این خونه است و 14 تای دیگه، 14 تای پایینی، همه اینا هم مال این خونه است. کلا من 7 تا ردیف و 7 تا دوره دارم، 18 تا گروه دارم. از این 18 تا گروه، هیدروژن مال گروه یک نیست، حواستون باشه. هیدروژن عضو هیچ گروهی نیست، یه موجود بسیار تنها و تکیده یه و با هیچ کسی هیچ کاری نداره. خب گروه یک لیتیوم شروع میشه، گروه یک اصلی، گروه دو اصلی. این 10 تا رو میگم فلزات واسطه و 10 تا گروه فرعی هن. اینجا رو میگم گروه 13. نها کن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12، گروه 13 یا 3 اصلی، گروه 14 یا 4 اصلی، 15، 5 اصلی، 16، 6 اصلی، 17، 7 اصلی، 18، 8 اصلی. اگر میخوام بگم 8 باید حتما اصلی رو هم بیارم. خیلی خوب،
حالا واسه رسم آرایش، یا میتونیم به کمک آرایش الکترونی بگیم کیک مال کجای جدول، مثلا سدیم مال گروه دو، مال گروه یک جدول تناوبی آرایش الکترونیش رو میکنیم. یه الکترون تو لایه آخر خودش داره، آرایش الکترونیش 2 8 1، در لایه آخر خودش یه دونه الکترون داره. مال دوره سه به خاطر اینکه سه تا ردیف داره، سه تا دوره داره، سه تا لایه داره، تعداد لایه ها نشون دهنده شماره ردیفه و الکترون های لایه آخر نشون دهنده شماره گروه شماست. البته این برای گروه های اصلی همیشه صادقه. خب عرضم حضورتون یک راه دیگهش که با بچه ها خیلی در مورد این صحبت میکنیم همیشه اینه که شما عدد اتمی گازهای نجیب رو بلد باشید، 2 10 18 36 54 86. این اعداد خیلی به شما کمک میکنم واسه اینکه جای بقیه رو بتونید حساب بکنید. مثلا اگر من بدونم 36 مال گاز نجیبه، عنصر 34 میشه دو تا قبل تر از 36 مال اینجا میشه. خب این مال گروه شماره 8، ردیف اول، ردیف دوم، سوم، چهارم، پس این میشه ردیف چهارم گروه شش اصلی. این جزء اعداد بسیار مهمیه که در داخل شیمی شما باید بلدش باشیم. شعاع اتمی چطوریه در داخل جدول تناوبی؟ توی یک گروه از بالا به پایین افزایش پیدا میکنه، از بالا به پایین افزایش پیدا میکنه، در یک دوره از چپ به راست شعاع اتمی کاهش پیدا میکنه. اینو باید حواستون باشه ها. یعنی شعاع لیتیوم در همه عناصر دوره شماره دو از همه بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه تعداد لایه الکترونیک فرق نمیکنه، ولی تعداد پروتون های داخل هسته افزایش پیدا کرده و در نتیجه من جاذبه دارم و شعاع رو من کاهش میدم. یعنی سوالی که داخل کویزتونم بود، یکی از سوالای توی کویزتون همین رو از شما پرسیده بود. این سوال رو همه جواب بدن. یه کدوم یکی از ویژگی های زیر با حرکت از سمت چپ به راست در یک دوره جدول تناوبی افزایش نمییابد، زیاد نمیشه؟ بله، گزینه دو، شعاع اتمی کاهش پیدا میکنه. خصلت فلزی افزایش پیدا میکنه، عدد اتمی افزایش پیدا میکنه. جنبش ذرات به چه معنیه؟ شما در داخل جدول تناوبی میبینید که در سمت چپ فلزات رو دارین، در سمت راست که دارید میرید به حالا نافلزات و بعد در نهایت به گازها میرسید. پس جنبش ذرات داره افزایش پیدا میکنه. اینجا شما بلور دارید، اینجا شما گاز دارید. خب خصلت فلزی هم به همین صورت، واکنش پذیرترین فلزی که من دارم لیتیوم هستش. در هر دوره، در دوره شماره دو، در دوره شماره سه سدیم هست، در هر دوره ای میشه فلز گروه یک واکنش پذیرترین فلز. و خصلت فلزی یا همون واکنش پذیری که یک معنی رو داره، در حال کم شدنه. خصلت فلزی داره کم میشه و کم کم سر و کله نافلزات پیدا میشه و خصلت فلزی هم افزایش پیدا میکنه. خصلت نافلزی هم افزایش پیدا میکنه، به طوری که در هر دوره نافلز ترین ماده ای، عنصری که من دارم میشه اونی که متعلق به گروه شماره 17 هستش. مثلا در دوره دوم فلور بیشترین واکنش پذیری رو بین نافلزات داره. چرا؟ به خاطر اینکه قرار الکترون از دست بده دیگه، الکترون به دست بیاره دیگه. به همین دلیل فقط هم قرار یه الکترون به دست بیاره فلور تا به آرایش گاز نجیب برسه. کار خیلی ساده ای داره و واکنش پذیرترین نافلز هست بین این دسته از عناصر. شعاع
شعاع یون ها اگر الکترون از دست بده خب شعاعش کمتر میشه و اگر به دست بیاره شعاعش بیشتر میشه. یه نکاتی هست در رابطه با هم الکترون ها و موجوداتی که تعداد الکترون های برابری دارن، ازتون میخوام که با دقت بخونید. خصلت فلزی رو با هم دیگه در موردش صحبت کردیم. واکنش پذیری فلزات نه دیگه، فلزات نگاه کن، فلزات خصلت فلزیشون در یک گروه از بالا به پایین افزایش پیدا میکنه. یعنی الان واکنش پذیرترین فلز رو ما فلز توی این گروه فلز سزیوم در نظر میگیرن، نه فرانسیوم. بخاطر این فرانسیوم موجود ناپایداری هست و پایدار نیست. ولی با فرض اینکه فرانسیوم پایدار باشد، واکنش پذیرترین فلز میشه فرانسیوم و خصلت فلزی از بالا به پایین در حال افزایشه. برای نافلزات برعکسه، از بالا به پایین در حال کاهشه. یعنی توی گروه شماره 17 فلور بیشترین واکنش پذیر رو داره و با افزایش شعاع واکنش پذیریشون در حال کاهش پیدا کردنه. نه لازم نیست همه جدول رو حفظ کنید، ولی من ازتون میخوام که تا عدد اتمی 18 رو بلد باشین که چه عنصرهایی هستن، متعلق به چه گروهی هستن. عدد اتمیشو در سوالات بهتون میدن، اما اگر خب شما خودتون بلد باشین و بیشتر واقف باشین بهش، راحت تر حل میکنیم. سری واکنش پذیری از اهمیت بسیار بالایی برخورداره، در داخل کتاب علوم تکمیلیتون هست. خب سه تا عنصر اول، سه تا عنصر گروه یک جدول تناوبی هستن. فلزات گروه دو جدول تناوبی بعدش میاد، پتاسیم، سدیم، لیتیوم از همه بیشترن، بعد کلسیم و منیزیم. همینطور که میبینید با افزایش شعاع واکنش پذیریشون در حال بیشتر شدن. یعنی پتاسیم که بیشترین شعاع رو داره 2881 واکنش پذیری بیشتری از سدیم داره، بعد لیتیوم، کلسیم، منیزیم، آلومینیوم، روی آهن، مس، اینجا میشه نقره رو هم اضافه کرد، طلا و پلاتین. هر چقدر واکنش پذیری فلز کمتر باشه راحت‌تر میشه از سنگ معدن جداش کرد دیگه. خب هرچی واکنش پذیری فلز بیشتر باشه سریعتر وارد واکنش میشه و عرضم به حضورتون که ترکیبای متنوع تری داره. یه واکنشی داریم مثل واکنش جانشینی ساده. در واکنش جانشینی ساده همیشه این عنصر جایگزین عنصری میشه که در داخل ترکیب هست و خارج میشه. شرط اصلی انجام شدن این واکنش اینه که عنصری که میخواد جایگزین بشه واکنش پذیریش بیشتر باشه از عنصری که میخواد خارج بشه و بیاد بیرون. یعنی این واکنش چون آهن واکنش پذیریش از مس بیشتر هست اتفاق میفته، روی واکنش پذیریش از اچ بیشتر هست این واکنش اتفاق میفته. خب یه سری نکات بسیار مهمی هست در رابطه واکنشی که بین منیزیوم، تیغه منیزیومی، تیغه آهنی و تیغه روی در حال اتفاق افتادنه. توی کتاب درسیتون هست صفحه 3 اون واکنشی که اونجا هست، این خیلی واکنش پر اهمیتیه. ببینید یالا واکنش پذیری با شعاع رابطه مستقیم داره، این واسه فلزات معنی داره. فلزات هرچی شعاعشون بیشتر بشه واکنش پذیریشون هم بیشتر میشه، فلزات یک گروه. ولی برای نافلزات برعکسه، هر چقدر واکنش پذیری بیشتر بشه، هر چقدر شعاع بیشتر بشه واکنش پذیریشون کمتر میشه. مولکول یک چیزی هستش که در جلسه سوممون بهش میپردازیم.
شعاع به فاصله هسته تا لایه الکترونی پایانی ارتباط پیدا میکنه دیگه. یعنی من میگم هر چقدر شعاعش بیشتر میشه، مثلا شما یود آرایش الکترونیش رو رسم بکنید میبینی خیلی چاقه، خیلی گنده است، شعاع زیادی داره، ولی فلور خیلی شعاع کمی داره. موازنه هم جلوتر با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. بچه تایم کلاسمون به پایان رسیده، ولی من درخواست کردم که کلاسمون 10 دقیقه بیشتر باشه و خوشبختانه با این قضیه موافقت کردن، پس بمونید سر کلاس همچنان تا بتونیم چند تا سوال رو هم با هم دیگه حل بکنیم. ببینید این واکنش خیلی مهمیه، اونو حتما نگاه کنید. 3 تا تیغه فلزی رو در داخل محلول مثل سولفات انداخته و داره این واکنش اتفاق میفته، واکنش بین تیغه، دقیقا مثلا همین واکنش بین تیغه آهنی با محلول مثل سولفاته. خب دقت بکنید وقتی که این واکنش در حال انجام شدن هست، خب رفته رفته آهن مصرف میشه، پس جرم آهن داره کاهش پیدا میکنه. پس اگر من بخوام بر اساس واکنش پذیری بگم آقا من منیزیم دارم، روی دارم، آهنم دارم، در طول زمان جرم کدوم بیشتر کم میشه، از کدوم مقدار کمتری باقی میمونه؟ اونی که واکنش پذیرتره بیشتر واکنش میده و جرم کمتری ازش باقی خواهد ماند، پس منیزیم. ازتون بپرسم در مدت زمان مشخصی از کدوم ماده بیشتری تولید میشه؟ خب از کدوم مثلا مس بیشتری تولید میشه؟ هر کدوم که واکنش پذیرتر باشن مس بیشتری هم تولید میکنن برای من، پس میشه مثلا باز منیزیم. مس سولفات محلول آبی رنگی هست و در مصرف در واکنش داره مصرف میشه و این مصرف شدنش باعث میشه که رنگ محلول کم رنگ بشه. خب من میپرسم در کدوم ظرف سریع‌تر محلولمون کم رنگ میشه؟ باز میگیم منیزیم، بخاطر اینکه منیزیم داره سریع‌تر واکنش میده و مس سولفات رو داره تبدیل میکنه به منیزیم سولفات. ما اصلا پرسه کدوم عنصر با ظرف روی واکنش میده؟ با عنصری که واکنش پذیریش از روی بیشتر باشه میتونه با ظرف روی وارد واکنش بشه. خب استخراج فلزات، دقت بکنید که آلومینیوم واکنش پذیری کربن از آلومینیوم کمتره و از روی بیشتره، پس فلزاتی که واکنش پذیریشون از روی کمتر هست و خود روی رو میشه به کمک کربن استخراج کرد. چرا؟ مثلا این رو کنید الان آهن واکنش پذیریش از روی کمتر هستش، پس کربن میتونه جایگزین بشه و از کربن من میتونم استفاده کنم واسه اینکه فلز آهن رو استخراج کنم. در ادامه جزوه اینجا معرفی عنصرها هست، عنصرهایی که در کتاب و کتاب درسیتون و کتاب علوم تکمیلی معرفی شده، اسمشون اومده و کاربردهاشون، مثلا یون سدیم و پتاسیم که در فعالیت قلب و سلول عصبی نقش داره. اینجا اومدیم گروه 2 رو معرفی کردیم و از منیزیم و کلسیم نام بردیم، مس رو اینجا آوردیم. شاید بگید مثلا این یه چیز از کجا اومده، این که از کانه مالاشیت که همون مس کربناته به دست اومده. این دقیقاً یک تیکه از متن کتاب علوم تکمیلی سال نهمتون هستش، نه چیز اضافه تری، و ما کاملاً معتقدیم به این که باید تو همون چهارچوب کار رو رعایت بکنیم. چه کاربردهایی داره؟ خب اینجا باز کاربردهاش رو شما میبینید، باز از متن کتاب درسیتون، گاز هیدروژن و کاربردهاش
من از این میگذرم به خاطر اینکه توقع دارم دیگه شما این مطالب کاملا مطالبیه که بر اساس مفاهیم نیست، مطالبیه که ما در موردش حسابی گپ زدیم و شما باید حتما مورد مطالعه دیگه قرار بدید اینها رو. خب نیتروژن و کاربردهاش، ویژگیهاش، واکنش تولید آمونیاک، در رابطه با چرخه نیتروژن باهاتون کاملا صحبت خواهم کرد. فسفر، اکسیژن و اوزون، من فقط آلوتروپ رو خدمتتون بگم اینجا که میشه شکل‌های مختلف یک عنصر، شکل‌های مختلف یک عنصر که تفاوتشون در تعداد اتم‌های سازنده و نحوه اتصال اتم هاست. به طور مثال من اکسیژن رو هم به صورت اوزون دارم، یعنی O3، هم به صورت O2. اینا خواص فیزیکی و شیمیاییشون کاملا با همدیگه فرق میکنه و با همدیگه متفاوته. گوگرد، باز حالا میگیم که آلوتروپ های متنوعی داره، ولی معروفترین آلوتروپش S8 هست، اسید سولفوریک و کاربردهاش که باز از متن کتابه. این خیلی بسیار مهمه، هالوژن ها، این یک تیکه رو حتما مورد مطالعه قرار بدین. واکنش پذیری هالوژن ها هستش که به چه صورتیه، جزوه رو بارگذاری میکنن براتون بچه ها. باز از یون فلورید تو خمیر دندون استفاده میشه برای پوسیدگی دندون. خب این کاملا چیزیه که از متن کتاب درسیتون باز هست. و فراوانی عناصر در پوسته و بدن انسان که این هم باز یک نکته ایه که شما حتما در اون تصویر کتاب درسی مورد بررسی قرار گرفته. هالوژن ها گروه 17 هستش. نافلزن، هر چقدر کوچکتر باشن واکنش پذیری بیشتری خواهند داشت. مثلا شما نگاه کنید، این میخواد یک الکترون جذب بکنه به فلور منفی تبدیل بشه و کارش راحت تر از کلوری هستش که سه تا لایه الکترونی داره و میخواد به کلور منفی تبدیل بشه. همشون مولکول های دو اتمی دارن، F2، Cl2، Br2. بیشتر باز در موردشون صحبت خواهیم کرد. من یه دارم فقط کویزتون هم یه نگاهی بکنم، یه کویز داشتین با هم دیگه تحلیلش بکنیم، به خصوص سوال شماره یکش که گزینه های جالبی رو داشت با هم دیگه بررسی کنیم. سوال یکش میگه چه تعداد از گزاره های زیر درست هستند. خب بیایم ببینیم در مورد چی داره صحبت میکنه. به نظرتون گزینه یک درسته یا نه؟ توی چت باکس بگید اینو. گزینه یک درسته یا نه؟ گزاره اول، نوترون ذره زیر اتمیه که نقش تعیین کنندهی در ماهیت اتم ندارد. حرف درستی داره میزنه؟ کی نقش تعیین کنندهی در ماهیت اتم داشت؟ پروتون. نوترون کارش چی بود؟ این که بخواد هسته رو سر جاش نگه داره. پس این حرف غلطیه. از بین 6 عنصری که بیشترین درصد رو در بدن انسان دارد، کلسیم تنها فلز است. به غیر از کلسیم چه فلز دیگه ای داریم؟ ترتیب فراوانی عناصر در بدن انسان: اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، تا اینجا همه نافلز، کلسیم فلزه، باز فسفر که فسفر هم یک نافلزه. پس تنها چیزی که من دارم، نافلزی که من دارم، کلسیمه. این حرف درستیه. در تمامی عناصر عدد جرمی بزرگتر از عدد اتمی است. آها، بچه ها میگن که این، آره دیگه، این گزاره درستیه، نقشی در ماهیت اتم ندارد، نقش تعیین کننده.
آفرین، این غلطه دیگه، هیدروژن یک یک. حالت فیزیکی اکثر نافلزات به صورت گازی شکل است. حرف درستیه. عنصر اصلی سازنده مغز مداد داره کربن رو میگه. در خالص سازی بسیاری از فلزات از سنگ معدن کاربرد دارد. حرف درستیه. تعداد الکترون های لایه ظرفیت عناصر در تمامی گروه ها یکسان است. آیا این حرف درستیه؟ کی غلطش میکنه این حرف رو؟ هلیوم. باریکلا عبدالله. هلیوم که دو تا الکترون تو لایه آخر خودش داره ولی عضو گروه 8ه، پس این حرف غلطیه. واکنش پذیری اوزون از O2 بیشتر است. این حرف درستیه. اصلا به عنوان یک آلاینده در داخل هوا به حساب میاد و واکنش پذیری بیشتری داره و باعث مسمومیت میشه، حتی بافت ریه رو میتونه کاملا از بین ببره. چه تعداد از موارد زیر به تفاوت‌های دو تا ایزوتوپ اشاره داره؟ خواص شیمیاییشون که یکسان بود، فراوانیشون فرق می‌کرد، آرایش الکترونیشون که یکسان بود، جرمشون فرق می‌کرد، بار الکتریکیشون یکسان بود، موقعیت در جدول تناوبی یکسان، خواص فیزیکی وابسته به جرم یکسان، عدد اتمی یکسان، فقط این دو تا فرق می‌کرد. دو مورد. 9:32 دقیقه. من خیلی تشکر میکنم از عزیزان دوست داشتنیمون در کلاسینو که اجازه دادن برای اینکه کلاسمون طولانی تر بشه و خیلی ممنونم از شما که در این کلاس شرکت کردین. تا ساعت 9:32 دقیقه شب موندین سر کلاس. امیدوارم که لذت برده باشین. حالا سوالات به همراه پاسخنامه‌شون و تمارینتون بارگذاری میشه در داخل پنلتون و امیدوارم که به شما کمک بکنه که بتونید درس شیمی و حالا در جلوتر زمین شناسی رو توی آزموناتون خوب بزنید. خیلی خوشحال شدم، خیلی افتخار داشتم که در خدمتتون بودم و امیدوارم که شما رو در جلسه بعدی هم ببینم. تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظتون باشه.